سلام حسین آقا. سلام، حال شما خوبه؟ بله. کجا بوده؟ از کجا تشریف میاری؟ اکی شما حافظ کل قرآن هستی؟ بله. خب میتونی برامون از هر جایی که الان دلت میخواد برامون بخونی؟ بخون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إن أول بيت وضع للناس للذي بكى وضع العالم في آيات ملنا ثم قوم عباد ومن دخله كان آمنا الله على الناس عبد البيت من استطاع لي سبيلا ومن كفى فإن الله غني عن العالمين. سلام، برای من میگی چند سالتونه؟ 6 سال. چند وقت تلاش کردی که قرآن رو حفظ کنی؟ چند سال طول کشید؟ 3 سال. کی بیشتر تو این زمینه کمکت کرده؟ بسیار عالی. حاجا سلام علیکم، خسته نباشین، حجتون قبول، خوش آمدین. عنایت بفرمایید در مورد حسین آقا و لقبی که اونا نابغه قرن به ایشون دادن و انصافا هم در شأن و منزلتشون هست برای ما صحبت دادن. علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مطلع هستید، ایشون خردسالترین حافظ کل قرآن با ترجمه هستن که خداوند متعال عنایت فرمودن و معصومین علیهم السلام عنایت کردن که ایشون در این سن و سال حافظ قرآن کریم بشن، چیزی است که سابقه نداشته و به حمد الله در زمان ما متحقق شد و افتخاری شدند برای جمهوری اسلامی ایران و برای کل مسلمان های عالم که چنین فرزندی در بین اونها هست که میتونه در سن 5 سالگی بر تمام قرآن و معانی اون تسلط کافی داشته باشه. خیلی ممنون. حاجی آقا، در عربستان استقبال از این حاجی کوچولو و این قاری بزرگ قرآن چجوری بود؟ ایشون تقریبا 10 برنامه داشتن در بعضی از کاروان‌ها، چه کاروان‌های داخلی چه خارجی، با بعضی از وزرای خارجه بعضی از ممالکشون دیدار داشتن، با مسئولین بلندپایه عربستان سعودی ایشون دیدار داشتن و در پیش اونها ایشون برنامه اجرا کردن و تمام اونها میگفتن این معجزه هست و اعجاز هست و از حد طبیعی خارج هست و یک بچه در این سن و سال ما تقریبا باورمون نمیشه که این همه تسلط داشته باشه بر قرآن. شما عنایت بفرمایید یکی چند آیه را از حسین آقا بپرسید تا ایشون برای بینندگان ما قرائت بفرمایید. برای پیش دل باد اللهم صل على محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا. چه سوره یه؟ سوره کهف. جزء چندومه؟ 16. بیا بالا اول صفحه چی نوشته؟ فنستاو. شما 3 صفحه بعدش رو بخون. قال انی عبدالله. قال انی عبدالله. یه جای دیگر رو باز میکنم. این تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم. سوره فاطر. این آیه که من تلاوت کردم در صفحه چندم سوره فاطر واقع شده؟ دوم. صفحه دوم. نه، سوره فاطر از اینجا شروع میشه. این یک، اینم دو. شما از اینجا بیا اول صفحه چی نوشته؟ بیا بالا، بیا بالا. الله خلقكم. الله خلقكم. صفحه بعدش چی نوشته؟ فما يستوي الأعمى والبصير. صفحه بعدش چی نوشته؟ ثم أورثنا. صفحه بعدش چی نوشته؟ قل أرأيتم. قل أرأيتم. بعد از سوره فاطر چه سوره واقع شده؟ فاطر. ياسين، صفا، صاد، زمان، مؤمن. بارك الله فيكم.
به این ترتیب ایشون اونجا برنامه اجرا کردن و باعث شدن که اعجاب تمام اونها برانگیخته بشه و تمام اونهایی که براشون برنامه اجرا کردن اذعان داشتن به اینکه تا حالا همچین پدیده رو ندیدن.